мусобиқаҳои байналмилалии тобистона шурӯъ шуданд ва муаллакае аз ҳунарнамоӣ ситораҳои ҷаҳонӣ бори дигар ошноӣ пайдо кардем. Аммо баъзе аз футболбозон дар фишори бузург қарор гирифтанд ва имрӯз моидашон ҳарф хоҳем зад. Евро 2024 ба ҳамои беҳтарин мунтахабҳои қораи Аврупо барои қаҳрамонӣ. Олмон ба ҳайси мизбон ғалабаҳои паёпайро соҳиб шуда истодааст ва инҷо дигарон низ азми қаҳрамонӣ доранду таслим шуданӣ нестанд. Тамошои бозиёро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон, пардохт аз тамоми гӯшаҳои дунё ва муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомонӣ дар аввалин ҳисобпуркунӣ бо промокоди TouchFood. Ссылкаи бузи дар комментария ба ҳама муваффақият. از کیلیان امباپه شروع میکنیم. حملگری فرانسوی هنری خوبی اداره توپ دارد که برایش گل‌های زیاد و مهم را هدیه نموده است. او در مسابقه جوری یورو در فشار قرار دارد و گفتنش برای همگی مشکل است. بازیگر دسته رئال مادرید چند قبل اینترویو داده قید کرده است که یورو از جمی جهان دیده بالاتر میایستد. اینجا دقیق چی را در نظر داشتن امباپه به کسی معلوم نیست. شاید که او از عادتی دیده بر وقت‌تر از یورو 2020 خارج شدن فرانسه مشکل بودن استفاده برای حالتهای گلزنی و نتوانستن پینالتی ها رو به نظر گرفته به حدود است. اکنون فشار برای اون افتیده است که امباپه باید در مسابقه خود رو برعلان نشان دهد، چون بالای گفته هایش باز دستبندی کپیتانی در دستش می باشد. او همزمان باید نشان دهد که بجز گلزنی مهارت خوبی لیدری رو درست. اینجا مسئله توپ طلایی هم هست. امباپه با PSG تا به پولفینال لیگ چمپیون ها رفت و می تواند که کفش طلایی یورو رو هم صاحب شود. این می تواند کلیان رو در فشار گذارد، ولی او یگانه بازیگر ریال نیست که در چنین حالت قرار گرفته است. کمی بهتر موعد دیگر بازیگران ریال مادرید گفتم میگذاریم، اما حالا باشد و کریستیانو رونالدو مینگریم. اصلا گیریم رونالدو همه دستاورد این کمپازی رو به دست آورد. اگر کسی دیگری می بود نباید فکر اوید فشار و دیگر چیزها میکرد، اما وقتی که سخن درباره رونالدو میرود میدونیم که او خود رو دو چند و سه چند به پیش حرکت میدید که در هر مسابقه غالبیت رو به دست آورد. سالهای اخیر این چیز بیشتر به نظر می رسد، چون در گذشته با تنخک مشکلی داشت و در کرسی ایتیوتی جوی می گرفت. بدتر سانتوس هم او رو در جام جهان در کرسی ایتیوتی شنوند که اکثری مخلصانش در شوک موندند. اصلا نوبسته از 39 سال داشتنش رونالدو همانو تلاش دارد اثبات کند که او همان رونالدوی قبلی می باشد. ما از همین چیز سببی در فشار بودن کریستیانو است. حالا هم آدمان پیدا می شوند که در لیگ ضعیف بازی کردن کریستیانو را عامل گل‌هایش می شمارند، ولی او اثبات کرد که آدمان خطا فکر میکنند. این مسابقه شاید آخرین برای رونالدو در هیئت پرتغالیا شود و او با جایزه رفتن میخواهد. اوید مسابقات آخرین که گفتم، ما میدونیم که کروس نیز باری آخر در چمن سبز بزرگ فوتبالی بازی میکند. او اعلان داشت که بعد یورو 2024 ترک فوتبال خواهد کرد. البته او در فکری با دستاورد دیگر جنبست کردن کارنامه اش است. کروس در فعالیتش همه چیز را صاحب شد بجوز یورو. اگر آخری کارنامه کروس نزدیک باشد، پس این شانسی اولی از خود صدا برآوردن می باشد. فشار فوتبالی، او باید با دقت باشد که حکایه زیدان را در سال 2006 در فینال جام جهان تکرار نکند. خلاصه نیم حمایتگری آلمانی هر قدمش را باید با دقت گذارد. در چنین حالت او می تواند یکی از مسابقه های خاطرمانی خود را گذراند. کروس یورو را اولی شروع کرد و در بازی کشوده شوی 99% پاس های دقیق مقابل شاتلاندیا به قید گرفت. شماره پاس های داده شده از جانب تونی زیاده از 100 عدد را تشکیل میکرد که بزرگترین در تاریخ یورو محسوب میشود. با روی یافتن به دورهای بعدی فشار نیز بیشتر احساس میشود، اما اگر او بازی خود را نشان دهد البته که با آلمان امسال کامیاب خواهد شد. پارتنیر کروس لوکا مودریچ هم زیر فشار قرار گرفته است. البته نوبسته به نتیجه یورو مودریچ همان لیگند باقی میموند، اما دقیق گفتن ممکن است که نیم حمایتگری با تجربه رئال مادرید خواهد اخیران جامی رو با منتخبش بلوی سر بردارد. مودریچ برای خروات یک خزمتی بزرگ کرده است، بخصوص در جامی جهانی سال 2018، جامی جهانی سال 2022 و جامی ملت ها سال 2023. مودریچ باور دارد که امسال تاریخ منتخبش رو بازنویس میکند و جامی به آزرخانه خروات خواهد برد. این مشکل تر میشود، چون خروات در بازی نخست از دست اسپانی ها شکست خورد. بقیده شما باز کدام بازینگران در یورو زیر فشاری رسانه ها خواهد موند؟ حتما در کامنتاری فکرتون رو قید کنید و نورهای جدید رو منتظر باشید. تا بزدی دوستان.